خب دوستان خوش آمدید. قبل از شروع برنامه بایستی یه خوش آمدی بهشون میگفتیم، بعد برسو برسیم که آقای مهندس رحمت الله مقدم مراغعی بیان نامه‌ای که از طرف خانم تهیه شده ابتدا خواهند خوند، بعد خانم دکتر سیمین دانشور سخنرانی خواهند کرد، بعدم شعرا خواهند آمد که یک یک اعلام خواهد شد. آقای مهندس مقدم بفرمایید. چرا آقا خاموش کنم؟ بنده اون وقت چیزی نمیدینم. خانم ها، آقایان، در آغاز سخن اجازه می‌خواهم به نمایندگی کانون نویسندگان ایران از انجمن روابط فرهنگی ایران و آلمان انستیتو گوته و از رئیس ارجمند آن آقای دکتر بکر سپاسگزاری کنم که فرصتی فراهم آوردند تا دسته 10 شب با گویندگان و نویسندگان معاصر و با حاصل اندیشه‌ها و تلاش‌ها و رویاهای سال‌های اخیرشان و در ضمن با دشواری ها و کارافزایی ها و احیانا گرفت و گیر هایی که متاسفانه تار و پود زندگی اندیشمندان و هنروران ما را به هم می بافد آشنای بیشتری حاصل کنیم. در این 10 شب به فراخور وقتی که به هر حال تنگ است و بهتران که با صرفه‌جویی و رعایت دوستانه ضرورت ها و توجه به مسائل امر مشترک ما تقسیم شود و به دلایلی که آسان میتوان دریافت، امید است گوینده و شنونده به رغم شور و گرمایی که متقابلا از یکدیگر کسب میکنند هر دو به یک اندازه پاسدار این زمانبندی باشند. شاعران سروده های خود را تقریر خواهند کرد و نویسندگان نوشته ای از خود خواهند خواند و سخنرانی کوتاهی ایراد خواهند کرد. در گفتارها غرض بیش از همه آن خواهد بود که کانون نویسندگان ایران بیشتر و بهتر شناسانده شود و خواست اساسی آن یعنی آزادی اندیشه و قلم و راستای کوشش‌های آن به منظور آن که این آزادی در عمل بنشیند و به صورت یکی از داده‌های عادی زندگی اجتماع ما درآید به اطلاع همگان برسد. بیان که خواسته باشم جزئیات تاریخ کانون بپردازم، همینقدر میگویم که بر اثر فشار فزاینده و تجاوزهای مستمری که هم به حریم آزادی اندیشه و بیان و هم به حدود آزادی فردی نویسندگان شده است و میشود و حاجت به گفتن نیست که این هر دو برخلاف صریح مواد قانون اساسی و اعلامیه جهانی که این هر دو برخلاف صریح مواد قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر است لزوم تشکیل سازمان صنفی مستقل اهل قلم پیوسته با شدتی بیشتر محسوس گشت و کوشش‌هایی صورت گرفت تا سرانجام در فروردین 1347 با صدور بیانیه و با تصویب اساسنامه کانون در مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران رسماً تشکیل شد و به فعالیت پرداخت. با وجود بدگمانی و کارشکنی رسمی که تا حد بدخواهی آشکار و سعی در برهم زدن اساس کانون پیش رفت، کانون نویسندگان ایران در حد مقدورات خیش اندکی بیش از 2 سال فعالیت روی هم ثمر بخشی داشت و توانست اهل قلم را به موضع همبستگی و تفاهم و پشتیبانی عملی از یکدیگر در آنچه مربوط به آزادی اندیشه و بیان است نزدیک کند. اما تشدید فشار و به زندان افتادن چند تن از نویسندگان که با تهدید و ارعاب دیگر اهل قلم همراه بود ادامه فعالیت کاملا مشروع و قانونی کانون را غیر ممکن ساخت
کانون 7 سالی به حال تعلیق بود تا که باز در شرایطی که همه شیوه ها و افزارهای اختناق همچنان موجود و در کار است، اما اون پشتوانه تایید یا سکوت بیرونی را به صورت پیشین ندارد، اعضای پراکنده کانون فراهم آمدند و با استفاده از مختصر گشایشی که دست داده است و تا با تکیه به روشنبینی و موقع شناسی و رأی درست و پشتیبانی فعال همه کسانی که خواستار و مشوق و پاسدار اندیشه و هنرند، فعالیت را از سر گرفتند و اکنون این شبهای شعر و سخنرانی نموداری از حیات تازه کانون نویسندگان ایران است که امیدواریم هرچه نیرومندتر و بارورتر ادامه یابد. در اینجا برای روشن شدن اذهان دور و نزدیک مناسب می‌دانم شمعی نیز درباره هدف‌های کانون نویسندگان ایران بگویم. کانون گذشته از آنچه به حفظ حقوق مادی نویسندگان باز می‌گردد، تنها یک هدف دارد و آن آزادی است که عموم افراد کشور از موافق و مخالف باید از آن برخوردار باشند و این اصلی است که قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح و تضمین کرده است. و اما در مورد اهل قلم، آزادی اختصاصاً آزادی اندیشه و بیان و آزادی چاپ و نشر آثار فکری و هنری اطلاق می شود. هر کس آزاد است که آنچه می اندیشد یا در قالب شعر و ادب ابداع می کند، بگوید و تقریر کند یا به چاپ برساند و به دیگران عرضه کند، و اگر در بهره‌مندی از این آزادی زیانی دیگری یا کل جامعه رسید پس از اثبات وقوع زیان دربارش طبق موازین قانونی داوری شود و به کیفر متناسب برسد. پس ممیزی قبل از چاپ و انتشار، مثلا به بهانه پیشگیری زیان‌های احتمالی و تازه تشخیص دهنده کیست و قدرت تصمیم خود را از که دارد؟ عملی است منافی اصل آزادی و مخالف قانون اساسی. به این دلیل است که کانون نویسندگان ایران با سانسور کتاب و دیگر مطبوعات به هر شکلی که جلوه‌گر شود و عمل کند مخالف است. کانون نویسندگان ایران خواستار لغو سانسور و انحلال همه ادارات و سازمان‌هایی است که برخلاف قانون اساسی به این کار مبادرت می‌کنند. این یگان شرط داد و ستد طبیعی و ثمر بخش اندیشه، یگان شرط نمو استعدادها و ارتقای سطح فرهنگ در ایران است. پیشرفت ما در گروه خلاصی از تنگنای پسند و ناپسند رسمی است. آخر به سابقه کوشش 70 ساله ملت ایران برای کسب و استقرار مشروطیت، بیشک ملت ما به آن حد طبیعی رشد رسیده است که بتواند مانند هر جامعه‌ای بالغ و مستقل و صاحب رأی خود را خوراک اندیشه، خوراک علم و ادب و دین و فلسفه‌اش را خود انتخاب کند. همچنان که کالای بد خوب در بازار است و هر یک خریداری دارد، همچنان که خورش‌های گوناگون هست و هر کدام به مذاق خوش و به مذاق دیگر ناخوش می‌آید، بگذارید مردم در آنچه عرضه می‌کنند آزاد باشند و خریدار خود را بیابند. رونق بازارتون و رنگینی سفرتون به همین است، نترسید. اگر دست پخت و هنرمندان و نویسندگان و اندیشمندان امروز ایران خام و ناگوار است، و که میگوید که خامتر و ناگوارتر از دست پخت شماست؟ باری بگذارید که مردم خود بچشند و داوری کنند. تشکر. اگر جا تنگ ناراحته دیگه میبخشید، کار جمعی این روزا اینجوره، وسیله نمیشه بیش از این فراهم کرد. باید باز تشکر کرد از انستیتو گوته.
آقای دکتر هانس بکر، رئیس انجمن روابط فرهنگی ایران و آلمان انستیتو گوته، چند کلمه میخواهند با شما صحبت کنند و خودشون هم با لحن شیرینی که فارسی حرف میزنن ترجمهش رو براتون خواهند گفت. ابتدا به آلمانی صحبت خواهند کرد، بعد خودشون ترجمه خواهند کرد. آقای دکتر بکر، Sehr verehrte Dichterfreunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich freue mich außerordentlich, Sie heute Abend im Namen des Deutschen Kulturinstituts, Goethe-Instituts Teheran, sehr herzlich begrüßen zu können. Wir beginnen heute Abend die Dichterlesungen iranischer Dichter und Schriftsteller der Gegenwart, was wir als äußerst wichtiges Ereignis im geistigen Leben Irans betrachten. Es ist kein Zufall, dass es das Goethe-Institut Teheran als vornehme Aufgabe betrachtet, diese Großveranstaltung durchzuführen. Die deutschen Kulturinstitute im Ausland tragen den großen Namen eines hervorragenden und großen deutschen Dichters und Denkers, nämlich den Namen Goethes. Goethe wurde stark von dem ehrwürdigen und großen Dichter Irans, von Hafiz, beeinflusst. In seinem Werk Der ostwestliche Divan machte Goethe Europa und Deutschland mit der Kultur des Islam und der hohen persischen Kultur bekannt. Dazu tritt für mich persönlich ein Grund großer Freude. Ich arbeite seit 6 Jahren am Goethe-Institut Teheran. In diesen 6 Jahren konnten wir in 4 Jahren Dichterlesungen iranischer Dichter der Gegenwart durchführen. Allerdings ist es zu einem großen Ereignis wie das, was wir heute Abend beginnen, noch nicht gekommen. Das Deutsche Kulturinstitut Goethe-Institut Teheran empfindet es als eine Ehre und Freude, mit hervorragenden iranischen Dichtern und Schriftstellern zusammenarbeiten zu können. Wir wünschen dieser Lesungsreihe viel Erfolg und viel Harmonie. دوستداران بسیار گرامی شاعران، بانوان و آقایان محترم، دوستان عزیز، باعث کمال خوشبختی من است که امشب می توانم از طرف مؤسسه فرهنگی آلمان انستیتو گوته تهران از صمیم قلب به شما خوش آمد بگویم. من امشب شبای شاعران و نویسندگان مؤثر ایران را آغاز میکنیم و آن را یک رویداد فوق‌العاده مهم در زندگی معنوی ایران میدانیم. این یک اتفاق میست که انستیتو گوته تهران اجرای این جشن بزرگ را یک وظیفه عالی برای خود می‌داند. مؤسسه‌های فرهنگی آلمان در خارج نام بزرگ یک شاعر و متفکر عالی مقام و بزرگ آلمان را بر خود نهاده آن یعنی گوته. گوته تحت تاثیر شدید شاعر و مقام و بزرگ ایران حافظ بود است و در دیوان شرق و غرب خود اروپا و آلمان را با فرهنگ علی ایران آشنا کرده است. در این مورد یک خوشبختی فراوان برای شخص من وجود دارد، زیرا 6 سال است که من در انستیتو گوته تهران کار می کنم و در این 6 سال توانست این 4 سال شبهای شاعران معاصر ایران را برگزار کنیم. البته هرگز چنین جشن بزرگی که امشب آغاز می کنیم وجود نداشته است. مؤسسه فرهنگی آلمان انستیتو گوته تهران همکاری
با شاعران و نویسندگان برجسته ایران را برای خود افتخارآمیز و خوشبختی آفرین می‌داند و برای این شبها موفقیت و هماهنگی فراوان آرزو می‌کنیم. خیلی ممنونم. خانم سیمین دانشور هم خودش خانم سیمین دانشوره برای ما، هم یادگار جلال آل احمد. خواهش میکنم. راجع به مسائل هنر معاصر صحبت میکنم. صدام میشنوید ایشالله نه؟ راجع به مسائل هنر معاصر میخوام صحبت کنم. با این کلام متین آغاز میکنم که ربش رحلی صدری و یفقهو قولی، و دعایم برای همه شما این است که سینه هایتان گشاده باد و گفته هایتان حجت. قصد دارم مسائل هنر معاصر را در جهان و در کشورهای جهان سوم و از آن جمله در کشور خودمان به اختصار بررسی کنم. در اوپانیشادها تدوین شده در هزاره اول پیش از میلاد مسیح در هند، به این پرسش ازل و ابد برمیخوریم: عالم از چه به وجود می آید و به چه منتهی می شود؟ و این پاسخ ازل و ابد را هم می‌خوانیم که عالم از آزادی به وجود می‌آید، در آزادی می‌آساید و در آزادی منحل می‌گردد. دفاع از آزادی، این سر وجود، مهمترین مسئله است که در هنر معاصر مطرح می‌شود. هر هنرمندی در هر زمانی و بیش از هر زمانی در دوران ما چشم به آزادی داشته است، کوشیده است از آن دفاع کند و به آن برسد، و هنرمند راستین امروز رسالت دارد که برای احقاق این حق بزرگ نژاد شریف انسانی تا پای جان بکوشد. در بسیاری از کشورها و همچنین در کشور خودمان دیده ایم که هنرمندان واقعی با وجود عوامل بازدارنده این رسالت مهم را از یاد نبرده اند و در حد توان خود کوشیده اند تا سنگی از دیواره بلند باروها بکنند و به آب روان دامنه قلعه بیفکنند، به این امید که صدای آب یعنی آزادی را بشنوند. سخنم را با ستایش آزادی فتح باب می کنم، به این امید که این حق برای هنرمندان و همگان همواره بازشناخته شود. نگاهی می اندازم به جریان‌های هنری معاصر که ریشه در غرب دارد و به علت غرب‌زدگی در شرق هم شاخ و برگ کرده است. ممکن است تعداد زیادی از شما آنچه می گویم بدانید. در این صورت با هم مسائل را مروری کرده اید. ضمناً در این گفتار از برداشت‌های هنری لوکاچ سود فراوان برده‌ام. ممکن است آثار لوکاچ را هم خونده باشید. باشد، یک بار دیگر به رؤوس مطالب نظر می‌اندازیم. اولین پرسشی که مطرح می‌شود این است: آیا هنر معاصر هنر زشتی؟
چرا هنرمندان معاصر کاوش درباره زیبایی را رها کرده اند و از نمایاندن زیبایی که تا کنون آفرینش آن مأموریت هنر بوده است امتناع ورزیدند؟ آیا جواب این پرسش چنین نیست که زمانه ما زمانه زشتی و خشونت و ترس و سلب آزادی و تنهایی و گمگشتگی و از خود بیگانگی بشری و پناه بردن به جنسیت و الزام مبارزه دائمی و استعمار بر آن حکروا؟ هنر به طور کلی یک نوع بلاغت، یعنی بیان است. بر مبنای دریافت هنرمند از جهان و زندگی، آنچه در هنرمند حالت و احساس می انگیزد به بیان می انجامد و بیان هنرمند معاصر ناگزیر پر از تلخی است. اگر به علل بازدارنده هزار گونه سخن بر زبان و لب خاموش نداشته باشد. سه جریان مهم هنری در جهان امروز وجود دارد که در خور مطالعه است. شک نیست که ممکن است شیوه های گذشته و حتی طرز تفکر و جهانبینی های دیرینه میان بسیاری از هنرمندان وجود داشته باشد. در کشور خود ما هنوز تعدادی از هنرمندان رومانتیک و خیال پرداز است. سبک نئوکلاسیک، یعنی توجه به ایدئال های متعالی ریاضی، در همین زمان ما بسی هنرمندان شایسته به جهان عرضه داشته است، مثل الیوت. امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم و سمبولیسم و کوبیسم و سورئالیسم هنوز کهنه نشده. در کشور خود ما خیلی ها را تویست داغ می کند. مذهب هنوز ملهم بخش عظیمی از آفرینش های هنری در سرتاسر جهان است. مسیحیت به ویژه کاتولیسیسم، اسلام، بودائیگری، مذهب یهود و جهان نگری های ابتدایی هنوز بسیاری آثار هنری عرضه می دارد. اما در این گفتار به سه جریان هنری معاصر اشاره می کنم که حاکم بر هنر زمانه خاص ادبیات هست: رئالیسم یا واقع گرایی انتقادی، رئالیسم سوسیالیسم، هنر مدرن. هنر مدرن ضد رئالیسم و نوگرا. هنر بورژوایی معاصر در ادبیات واقع گرا و در آخرین حد تکامل خود واقع گرای انتقادی. رئالیسم روانی متأثر از مکتب روانشناسی فروید و پیروان او نیز به این جریان هنری وابسته است. اما واقع‌گرایی سوسیالیستی تحقق یافتن و گسترش سوسیالیسم را مد نظر داد. در هر جریان هنری به هر جهت انسان هسته مرکزی محتوای آثار هنری. ارسطو گفته است انسان حیوانی است اجتماعی. راست است. هستی تی نفسه انسان را از محیط اجتماعی و تاریخی او نمیتوان متمایز شمرد. این را هگل گفته است. انسانی که در هنر مدرن مطرح میشود ذاتاً ناتوان و غیر اجتماعی و تنها. در واقع گرایی انتقادی انسان درگیر کشمکش های فردی در برابر تضادهای اجتماعی. در واقع گرایی سوسیالیستی انسان جستجوگر، امیدوار و آینده نگر است. در هنر مدرن کافکا پیش خصوصت است. رئالیسم انتقادی در ادبیات قولانی همچون تولستوی و بالزاک و تا حدی دیکنز پرورانیده است. اما واقع گرایی سوسیالیستی هنوز در آغاز راه است. در واقع گرایی به طور کلی هم برون گرایی و هم درون گرایی می تواند وجود داشته باشد. واقع گرایان برون گرا فرد و کشمکش های شخصی او را به طور عینی نشان می دهند. اما درون گرایی به درون فرد و ذهنیات او در برابر خصلت های اجتماعی توجه می کند. رئالیست های انتقادی به هر دو شیوه نظر دارند و جالب این است که طبقه ای را که خود از آن برخواسته اند از درون و طبقات دیگر را از برون می نگرند. مثلا تولستوی هرچند کوشش دارد به درون دهقانان استثمار شده راه بیابد، باز آنها را از بیرون نشان می دهد، اما به طبقه اشراف که خودش جز اونا هست از درون می نگرند. واضح است که ساختمان اجتماعی پدیده ای پویا، چرا که گذشته و حال و آینده را
در بر میگیرم. جالب این است که غالب هنرمندان تجارب زمان حال را از درون توصیف میکنند و گذشته و آینده را از بیرون بیان مینمایند. زمان حال کلید درک گذشته هست، اما کلید پیشبینی آینده الزاماً نیست. در واقع گرایی انتقادی دورنمای آینده را به سختی میتوان مجسم ساخت، اما در واقع گرایی سوسیالیستی امکان این دورنما هست، چرا که موازین این طرز تفکر علمی و اساساً مبنای این طرز تفکر درک آینده است. آرزوی هر هنرمند واقع گرا توصیف تمامیت یک جامعه و عوامل تعیین کننده آن جامعه است. این گونه ادراک وقتی صورت می‌گیرد که تمام جنبه‌ها، تمام الزامات و تمام عوامل تعیین کننده یک جامعه مورد بررسی قرار گیرد. این ادراک هم عمقی است و هم سطحی، هم به حقیقت مربوط است و هم به واقعیت. اما چنین ادراکی آسان نیست. تنها بالزاک موفق شد با کل آثارش جامعه فرانسوی زمان خود را تا حد زیادی توصیف نماید. هنرمند به هر جهت یک نگرش فلسفی دارد. در زمان ما غیر از جهانبینی فلسفی مارکسیسم و سوسیالیسم به نگرش فلسفی اگزیستانسیالیسم نیز باید اشاره کرد. هنرمند گرایش فلسفی خود را در واقعیت بیکرانی منعکس می کند و احتمالاً به کشف تازه‌ای دست می‌یابد و این کشف را بیان می‌دارد. در این بیان عوامل زیر مؤثر است: جامعه‌ای که هنرمند در آن بالیده، سنت‌های آن جامعه، آثار هنری گذشته و میراث‌های فرهنگی آن جامعه که فضای فکری و روحی هنرمند را سیراب کرد، و اینک هدف هنرمند مطرح می شود. هنرمند راستین آزادی خواه است و علیه نابسامانی های جامعه خود مبارزه می کند و وقتی با عوامل بازدارنده مواجه می شود محکوم به خاموشی می شود و به هر جهت دیگر نمی تواند واقع گرا باشد. هنرمند اینک به ابهام و سمبول پناه می برد و اقلیتی می شود که اکثریت حرفش را نمی فهمد و هر وقت میان اقلیت و اکثریت فاصله افتاد درخت هنر می پژمرد. حکومت ها هر قدر هم که حسن نیت داشته باشند نمی توانند برای هنرمند تصمیم بگیرند و الگو و دستورالعمل تعیین کنند. متاسفانه حتی در کشورهای سوسیالیستی اجازه انتقاد به هنرمندان نمی دهند. اما واقعیت در هنر مدرن چگونه؟ واقعیتی است رقیق، شبه آسا، تحریف شده، تغییر شکل یافته. هنرمند مدرن ممکن است جزئیات واقعی را برگزیند، اما در ذهن خود از این جزئیات یک دنیای کابوس زده و پر از دلهره می سازد. من به دلایل خاصی، چون هنر مدرن الان در کشور ما خیلی تأیید میشه، بینوایی و حقارت و تحریف تصویر بشری می انجامد و فرد برای آزادی از اضطراب یا از یاد بردن آن به خار شمردن کار، مخدرات و مخدرات یعنی جنسیت به عنوان علت وجودی هستی پناه میبرد و اثر هنری حاصل از چنین راه حل هایی بردن آن به خار شمردن کار، مخدرات و مخدرات یعنی جنسیت به عنوان علت وجودی هستی پناه میبرد و اثر هنری حاصل از چنین راه حل‌هایی به قول لوکاچ جهان و هستی را مثل یک فیلم هزل‌آمیز نشان می‌دهد که غالباً ناتوانی یا انحراف جنسی در اون مایه غم‌انگیز آن است. متأسفانه در کشورهای جهان سوم و همچنین در کشور ما غالباً این گونه هنر و این گونه راه حل‌ها
تلویحاً و گاه رسماً تأیید می شود. ملاحظه رجوع بفرمید به جشن‌های هنری که در کشور ما برپا می شود. خسته نشده باشید. محتوای دیگر هنر مدرن در شناسی و بیمارگونگی و این امر به علت کیفیت ملال‌آور زندگی در نظام سرمایه‌داری. نگاهی به تاریخ هنر نشان می‌دهد که هنر غالباً از درد و رنج سرچشمه گرفته است. بودا گفته است اگر رنج را در قرون متمادی مورد توجه قرار دهی، خواهید دید که اشک‌های مردم برای عدم رضایت‌هایشان و ناکامی‌هایشان برابر با آب‌های چهار اقیانوس است. اما همین بودا گفته است که حتی خدایان نمی‌توانند مردی را که بر خود تسلط یافته است شکست بدهند. دوباره این می‌خونم. حتی خدایان نمی‌توانند مردی را که بر خود تسلط یافته است شکست بدهند. آره. راستش منتظر هم دست بچه ها بودن که یه خورده آب بخور. خب اما در شناسی هنر مدرن نوع دیگری است و تسلطی بر درد هم وجود ندارد. درد شناسی هنر مدرن ریشه روانی دارد و سرنخ این رشته دراز به فروید میرسد. نابهنجاری های شخصیت، دلهوره، انحراف جنسی حالات روحی هنرمندان مدرن است و اعتراض به مفاسد جامعه میان هنرمندان مدرن به صورت گریز به بیماری روانی مطرح می شود که خود انحراف دیگری. کافکا شاید کامل ترین هنرمند مدرن باشد، اما انسانی که او به ما معرفی می کند مگسی است که به دام افتاده است. این که از بد حادثه به نومیدی پناه ببریم، حراس تازه ای را آزموده ایم. انسانی که امید را از دست می دهد و هدفی در زندگی ندارد و از واقعیت روی بر می گرداند و به دنیای ذهنیت انباشته از تنهایی و دلهوره و هیچنگاری پناه می برد و زندگیش در کسالت مطلق می گذرد، یا به یک حیوان درنده تبدیل می شود یا به یک موجود پوچ بیاسر. باز اشارتو می دم به یک جشن هنری که یک آقای هنرمند مدرنی اون اسکاندال با روزنامه نگاران را انداخت. ببخشید اسکاندال میگم، او استزاه رو را انداخت. هنر چنین آدمی از پرسپکتیو محروم است. معذرت میخوام لغت فرنگی به کار بردم، یعنی علم دوری و نزدیکی، ولی پرسپکتیو یه خورده بزرگتر از این. در حالی که میدانید کلید به هم پیوستگی اثر هنری پرسپکتیو است. پرسپکتیو جهت و محتوای هنری را روشن می کند، رشته روایت یا جزئیات را به هم می پیوندد و جهت رشد و تکامل شخصیت های روایت را تعیین می کند. اما هنرمند مدرن با نادیده گرفتن پرسپکتیو به اجتماع پشت پا می زند و از چاه به چاله می افتد و در آخرین دست و پایی که می زند به تمثیل تن می دهد و تمثیل او توصیف حد کمال بیگانگی او از واقعیت عینی، نفی هر گونه معنای ذاتی جهان و انسان است. و اینجاست که پوچی مطرح می شود و مسئله دیگری که به این پوچی دامن می زند مسئله مواجهه بشر با جنگ های هسته‌ای که یک تقدیر تاریخی انسان دوران ما. اما آیا زندگی انسان در واقع هیچ و پوچ است؟ زندگی که در آن وقوف و آگاهی و دریافت هنرمندانه واقعیت حتی نسبت به جنگ‌های اتمی موجود است نمی‌تواند پوچ باشد. زندگی که در آن امید و دوستی و عشق و گل و شعر و موسیقی هست نمی‌تواند پوچ باشد. زندگی که در آن مبارزه هست به شرطی که راه آن مبارزه با حق و حقیقت سنگ فرش شده باشد نمیتواند پوچ باشد.
مشروم زیاد میشه هاشون حقیقت دسته. بشر همواره در آرزوی یک جامعه ایدئالی بوده است، همواره در باره وضع موجود شک کرده است، همواره خواسته از تعالی بیابد و ارزش‌های آینده را کشف بکند. و اگر هنرمندان وضع موجود را صادقانه یا به انتقاد منعکس کرده اند، خواسته اند مصطبه هایی بسازند برای عروج به پلکانی بالاتر و بالاتر. نرد بام آسمان است این کلام، هر که از آن بگذرد آید به بام. مدت هاست که طغیان انسان دوستانه بر علیه سرمایه داری مطرح است. مدت هاست بشر چشم به سوسیالیسم دارد. مدت هاست که مردم گرایی هنرمندان را به خود جذب کرده است. جذابیت مردم گرایی در هنر به علت تأکیدی که این جهت فکری بر حق و عدالت و منطق و همدردی و دیگریابی می کند. اما مسئله دوران ما دیگر طرح تضاد میان سوسیالیسم و سرمایه‌داری نیست. تضاد عمده فعلی تضاد میان صلح و جنگ است. نخستین وظیفه هنرمند امروزی طرد دلهره و گشودن راه نجاتی برای بشریت است. راه نجات بشریت الزاماً گرویدن به ایسم‌های غربی نیست. راه نجات در بررسی همه جانبه کلیه نهادهای اجتماعی و راه و رسم زندگی بشر فعلی و شک درباره هر روشی که آزادی نژاد شریف انسانی را سلب می کند. اما کشورهای جهان سوم که به علت استعمار، نزدیکی راه‌ها، نفوذ وسایل ارتباط جمعی و ترجمه ها قرض زده شده اند و هنرهای سنتی و بومی خود را به دست فراموشی سپرده اند، باید بیاد بیاورند که راه هنر شامل گذشته و حال و آینده می شود. اشکالی نمی بینم که از دیگران بیاموزیم، اما گذشته خود را انکار نکنیم و نسبت به آن بیگانه نباشیم و دورنمای آینده را نه با فریفتگی نسبت به غرب و از خود بیگانگی، بلکه با آزادی و اعتقاد به شرافت و حیثیت انسانی طرح‌ریزی کنیم. شعرخوانی شروع میشه. این پشت یه دعوایی بود، زورخونه رفتن ادهی تو زورخونه معموله که نوچه ها زودتر میچرخند، جوانترها داوطلبند زودتر شعرشون رو بخونن تا نوبت برسه به پیر مرشد شعر فارسی مهدی اخوان. باز هم متشکر و عذرخواه از طرف کانون نویسندگان که راه دوره و رنج بسیاره و جا تنگه، جمعیت زیاده. چه میشه کرد؟ به هر حال یادتون باشه که همین نظم و آرامش یقین داریم که در موقع برگشتن که وسیله نقلیه هم کمه رعایت خواهد شد و صبور خواهید بود که این شبها با همین نظم و آرامش ادامه پیدا بکنه. آقای مطهری، آقای حمید مطهری، سیاوش مطهری، معذرت می‌خوام، میگن آقای دکتر سیاوش مطهری، برای ما شاعر بودنش بسه، دکتریش مال خوده. انسان بودنش هم عرض می شود. خواهش می کنم که وقت رو توجه بکنید. شعرا مایلند که شعر بیشتری برای شما بخونند، ولی وقت بسیار تنگه و هر کدوم وقت محدودی دارند و بعدش که خداحافظی می کنند بپذیرید.
آقای دکتر مطهری. بزرگ قبایل، بلند قامت بادا دریچه کوتاه است که پرده های مرا بی نصیب می داری. یا و پایان ده این وحشت مکرر را، بگو که رستم کرباسی ز روی سینه سهراب به خود بلند شود و پای شیر بشوید زبان خنجر را، که رخش خسته و طبع لعیم کیکاووس به نوشدارو یابی مدد نخواهد کرد. بلند گیسو باران حقارت این خاک، فراز بارش باغ آفرین پشیمان کرد. بیا ببار، بیا و ذوق حسودان دشت را بشکن. چه چشم ها که تو را انتظار می دارند و کوی خانه ما شاهد شکیبایی است. کو تجسم روح امید انتظار تنهایی است. دکو تجسم روح صبور ایوبی است. بلند گیسو باران چرا نمی آیی که در حضور تو بر ما نماز واجب نیست؟ چرا که بودن تو لمس غایت خوبی است. به طبر بازو مردا که نعرهای تو خواب درخت می آشفت و زخمه های تو راه عبور با می کرد. تو نیستی دیگر، چه شیونیست در این اندرونی بیمرد، چه حسرتیست در این شب، در این شب دمسرد. تو ای بزرگ قبایل کجا زمین گیری؟ در این قرابت تاریخی تو پهلوان شهید کدام اساطیری؟ چه دست کینوری شوکران به دست تو داد؟ بریده باد. گذشت 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 و می جوییم کسی که سیمایش هزار لرزه برا اینه های آب انداخت، کنون در آن طرف کارخانه ها مرده است. کسی که نشه این پرده های ساتر را به اعتبار توانش به استراب انداخت، کنون در آن طرف کارخانه ها مرده است. مرده است. مرده است. کاروان هله کی به انتهای راه میرسیم؟ این نمور تونل دراز بیچراغ کی به آستانه نجیب خواب میرسیم؟ تا لگام اسبها به آب خور رها کنیم، تا به آشنایی زمین سری تکان دهیم. چه ای به باغ می رسیم
من دلم از این طویل بیدرخت، من دلم از این صبور ناامید، من دلم از این سکوت بیچراغ، من دلم از این سواد کور سو گرفت. کی به آن کلا فرنگی بلند می رسیم، با کبوتران روی شیروانیش، با مخده ها و حوض خانه های ساکتش. کی به حوض خانه می رسیم، سرزمین ماهیان کوچک گلی. من دلم گرفت. شهریان در انتظار ما نشستند، کاروان تازه کیز راه می رسد، بار هل برای دست های پرگلاب ما، بار سنگ های یشم، بار زعفران، حله های فارس، انبه های هند، کاسه های خوشنگار چین. من دلم گرفت. تی به کاروان سرای بین راه می رسیم، مثل آن که جاده بی نهایت است بر مدار خاکی زمین. کی به انتهای آب می رسیم، کی به عمق خواب شهر می رسیم، کی به شهر خواب. با چشمهای بدوی، با چشمهای بدوی شیطان، باز از کدام شهر مقدس می آیی؟ با کوزه های آب تربت، با کیسه های مهر تسبیح، ای بال بال سایه مشکانت، هم سنگ خفت و خیز پر تابوس، لایک کتاب های دبستانی. در این شراب ساری قرآن چشم هایت را کنج کدام میکده خواهی خواند؟ با چشم های بدوی، ای باز منده قبایل هجرت، از قارت قوافل قافل گستاخ و چهره سوخته می آیی، با جامه های پرشده از شن، با دست هات برگ سوخته نخل، با آن هلال شمشیر، با کیسه های مهر تسبیح. آیا بانک خروس های مؤذن وقت نماز را خبر آورده است، یا آن معاد موعود پایان خواب را در دشت های سوخته پیغام می دهد؟ در این شراب سالی یک کوز آب تربت آیا چه کرد خواهد با دشت های قربت؟ دیدار را مجال نخواهد بود، ای با ستاره بیدار، وقتی که دست و آهن، وقتی که جان و آزار، وقتی که خواب و خاک است در حجره های بازار. ای با ستاره تاریک، تصویر ما در آب نمی افتد، ای آب تربت بردوز، چشمهای بدوی شیطان، با چشمهای بدوی خاموش. با گریه می نویسیم بر آن درخت رعنا، در این شراب سالی غربت چه کرد با ما؟
در انتظار دیرترین میاد. میشد بگویی انگار چین خون سرد نحس نجس خون مرد نیست، شاید که خون حیز زنی بیمار یا خون زخم های سگی مبروز یا کستار. میشد بگویی انگار در انتظار دیرترین میاد صبر از تن تحمل رفته است، در انتظار دیرترین میاد دیگر کسی چراغ نمیگیرد آن کوچه های ساده خاکی را. من عاشقان دیرینه اینک زنان و مردانی پیرند، این آستین لانه خنجر با آن دو دست مأنوس از پشت سر دریدن را، با این کلام خائن خائف ننگ و دروغ را در کار خلق و تکرار. آیا همان رفیق قدیمی نیست که اینک دستار آب روی گشاده نان را حلحکوار از نتهای خونین در یوزه می کند؟ بازارها را بنگر، اینک مدیح گویان وامانده های نسل قدیم مداهان با دست های پرسله دارند می روند، روی هزار عنصری دیگر فتح الفتوح بتکده سومنات را تبریک گفته. دیگر مباد آن سوزناله های دروغین که از سینه های گرسنه برمی خواست. باری گناه با ما بود، شرم از نگاه روز بیان جستیم، مهر از سلام قوادان مردیز خاجگان رحم از نهاد جلادان. آیا کدام معجزه افتاد چین آسیان تشنه لهله زن انسان زبان به هلهله وا کردند؟ آیا کدام سید نورانی قرب ظهور را خبر آورده است چنگونه کاسه های لعیمان را از رنگ و شور و شادی پر کرده است؟ دیگر مباد آن راوی قدیمی که می گفت از ماست می دانه، وان مرد در به در که در یوم کلمارد می خواست. باری گناه با ما بود که از یاد برده بودیم آن دست های راه گشارا در پیش پای موکب اسکندر، وان چاکران خم شده تا زانو در انتظار فاتح دیگر. باری گناه با ما بود که از دست های هرزه پذیرفتیم سوگند عهد های دروغین را. باری گناه با ما بود که از یاد برده بودیم در سرنوشت بابک افشین را. در انتظار دیرترین میاد گویی هزار سال گذشته است، دیگر مباد. غزلک سه. سنگین ترین خمارم
ترک تو بود و پرهیز از چشمهای پرچمن تو و اندرزها که ترک نمی کرد دل را و دست را ز من تو. بازن چهار گوشه محدود و تلختر ترنم زندانی در انتظار آمدن تو و آرزوی بودایی از آتش شریف تن تو. ای سبز، ای بهار رهایی، ای آخرین گشایش لبخند در استراب آخر، ای آخرین حراس تبالود در آن سپیده‌ای که می‌شوید خون را و خواب را از پارگی پیرهن تو. غمگین ترین گریزم ای تیغ برکشیده خورشید از بیم آن شبیخون است کینک صدای نعل می ریزد در دشت های تاخن تو. ای کاش بر درخت سپیدار می شد حکایتی بنویسم از آن سپیدی بدن تو. با پیریم گریز نمی زیبد این برگ های ریخت را بشمار. دیگر شب، دیگر درازنای سکوت سفید دم مرغان منجمد را از خواب استحال نخواهد خواند. در ساعتی که انسان طولانی است از غارتی که جلای بیمایه است از گرد باد ریش کن تو. ای چشم های سبز بهارینه این برگ های ریخت را بشمار. ای کاسه های آتش و سبزینه این برگ های ریخت را بشمار. ای باغ های روشن آینه این برگ های ریخت را بشمار. دیگر مجال زیستنم نیست، مرگ من است و زیستن تو. من استراب را جستم در آن خمار وحشت و خمیازه. من استراب را دیدم ای آخر نسیم پر از شبنم در حسرت نیامدن تو. متشکرم. منصور اوجی تقاضا می‌کنم که بیاید چه بگید. به اجازه سیمین و امید، من در حدود 10 شعر کوتاه برای دوستان میخونم و این شعرخونی رو با یک شعری که مربوط به منصور حلاج هست شروع میکنم. تنها این رو بگم که شعرهای من برعکس شعرهای مطهری که نسبتاً بلند بود خیلی کوتاه است و در این حال من در شعرخوانی مثل مطهری و بخصوص مثل استاد همه ماها امید و
واقعا نمیتونم این رو در حال عذر منو بپذیرین. این شعر اینجور شروع میشه، یعنی تیترش اینه: منصور منم 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 منصور، چرخشت چرخشش فرو افتاد، ترسی که مرا گرفت جادو بود، ترسی که مرا در اوج جادو برد. اوراد شگفت را شنیدم من، از لجه خون کسی گذر می کرد، از لجه خون و آتش و چرخش خون بود که می گذشت و می چرخید، خونی که هنوز در تغنی بود. اسطوره عشق بر عرشه عرش و خاک و شیدائی، کف کرده دهان و دست و پا افشان، با جذبه روح مولوی در رقص، بر بال سما اسطوره عشق بود و می رقصید. اسطوره عشق بر عرشه عرش و خاک و شیدائی، کف کرده دهان و دست و پا افشان، با جذبه روح مولوی در رقص، بر بال سما اسطوره عشق بود و می رقصید. دیدن هراس خردگان دیدن، دستار ز گرد سر فرو افکند، در بین زمین و آسمان ناگاه، کف راز دهان ربود و یا من کرد، منصور منم 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 منصور. خورشید به چاه آسمان افتاد، در سید شراب در مرگ راز را رها کردیم، با سرعت نور آنگاه تمام لجه را پیمود، وقتی که گذشت پهنای افق هنوز، از نعره او هنوز می لرزید. اوراد شگفت را شنیدم من، در لحظه انفجار در چرخشت، در شارع شرق، در جاده نور و خون و ابریشم، مردان سپید موی میخاره منصور هزار ساله را دیدم. یک شعر دیگه برای دوستان میخونم، اسمش سرود عام چه کوتاست. تولد تو طلوعی است در غروب چه ای تو، تولد تو طلوعی است در غروب چه ای تو، زمان به موریان شبیه است در قبیله انسان، کجاست باده انگور. در اوج وحشت و ماندن نگاه کن، که گوزن است ایستاده و در خواب، در اوج ماندن و رفتن، که سنگ فتنه نبارد، که سنگ فتنه نبارد، که از قبیله انسان و از جماعت جنگل. در اوج خستگی و شب نگاه کن، به گوزنان در اوج تیز گذشتن. کجاست نعره مردی که چون ز سینه براید، غریب سائق وارش ستون شرق بلرزد، و سقف غرب بریزد، و سیل تندر آتش بجوشد از چپ و از راست، و باد سرخ براید و بیخ فتنه بروبد، و تا زمین شود آرام. کجاست نعره مردی؟ درون دفتر تاریخ کسی به زور نمانده است، درون باد شبانگاه نگاه کن، که چگونه ستون سنگ فرو ریخت و گرد مرگ برآمد. سرود عام چه کوتاست در قبیله انسان، به بام وحشت ایام چراغ رونق عیشش به باد روشن و بادا، کسی که می گذرد شب قراب در بر و مخمور، به بام وحشت ایام.
یک شعر دیگه میخونم، اسمش در جوهر هر شراب شک کردی. شب را که شهید شب مخاطب ساخت، دیوانه توی تو دیو دیوانه، و از عمق نهان جان غریبی کرد اقبال به آفتاب بینایی، در جوهر هر شراب شک کردی. لرزید فضای کهکشان لرزید، وقتی که غریب پهنای رواق آسمان را کند، وقتی که غریب بی تکاور تاخت تا سقف سیاه و باژگون برگشت، در سیل قرابه ها که می افتاد، در سیل قرابه ها که می ترکید مدهوش نشستگان سراسیمه هوشیار و خمار، در سیل شراب دیدم و دیدند هر دانه پرنده بود، هر دانه پرنده ای که می افتاد، برفی که راسناک می بارید بر گیسوی مرد دار در میدان. در مستی عاشقان میخانه، در جوهر هر شراب شک کردیم. آن شب که شهید شب غریبی شد، در مستی عاشقان میخانه. شعر دیگه میخونم برای دوستان، اسمش گفتن تا شراب شبی سر کن. تا چهره همیشه رنگین کمان شبی، گفتن تا شراب شبی سر کن. تا بشکفی چو گل، گفتن تا شراب. چشمی به هم نهادیم از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت، غلطی زدیم رگبار قاب پنجره را در نوشت و رفت، سیلاب در گرفت آسیمه وار. از آبهای تاریخ شب را که ما تمام پریشانی را بیدار بوده ایم، از خواب قار که برگشته است که می خندد. در آبهای تاریخ من ساعتم را گم کردم، از شب چه ساعتی رفته است بانگ خروس را بشمارید. از شب چه ساعتی در پشت پنجره، از شب چه ساعتی کو آن شراب کهنه از قرابه صد ساله شراب خانه شیراز، گفتن تا شراب شبی سر کن. آخر کجا کجاست؟ پاییز در میان موی من افتاده بنگری، و سایه تمام قدم را دراز و خیس بر بند بند ما. گیسوی عمر را چه کسی شانه میزند آن سوی پنجره. در حال شعر دیگه برای دوستان میخونم، اسمش چه فاصله است در این خاک. میخونم: من از بهار، من از بهار نمی آیم، و تو سکوت صبح دمت را چه کس شکسته که بیدی درون دست تو می لرزد، و من به یاد که افتادم که از بهار نمی آیم. شراع هفت گل سرخ در سپیده طلوع کرد، و قلب مرد به ناگاه باغ باغ های جهان شد. تو بر بساط زمستان غریب را نشنیدی؟ چه فاصله است مسافت میان لحظه میلاد و دید بستن و مردن؟ چه فاصله است بر این خاک؟ به جستجوی تراوت همیشه تشنه من تو، که صرف برد شهیدی که در سپیده طلوع کرد، در سپیده وضو ساخت، در سپیده مناجات کرد، که با تراوت خونش و با غریب دهانش، و از بساط زمستان به شکل کشتی گر رفت در سپیده فرو رفت. به جز قبار که پنجه می کشد اینک بر این قبار که بر تخت بند او نشسته است، تو ای دهان تسلی که پنجه می کشد اینک بر این قبار که بسیار
از ارتفاع تراوت چکست و بار سرگاه به خون خاک گرفتاد که از غریب دهانش من از بهار نمی آیم و تو دعای دهانت دعای پاییزی است. غریب را تو شنیدی تو ای دهان تسلی چه خلوت صدایی. اسم این شعر این رقص است. این رقص ماندنی بود همچون کتیبه ای در روبروی چهره آینه ای بزرگ. این رقص ماندنی بود همچون کتیبه ای در روبروی چهره آینه ای بزرگ. دیوانوار گویی که از شنای هزار ساله رها می شدیم، از جرف نای تیره اقیانوس در نیمه های شب سر تا به پای اوریان در حلقه ای مدور برخواستیم تا صبح و صبح و صبح تا صبح و طلعتش را از دور دست تماشا کنیم. اما در دور دست تنها یک چهره بود با حاله ای به دور صورتش از خون که از پله افق رقصان و پای کوبان بالا می آمد تا آسمان معراج جان ما. ما سهی زدیم و فرو رفتیم و من بر روی هرچه گل بود بر قالی قدیمی از حس و هوش رفتم و خوابم بود. دوستان من یک غزل براتون میخونم و این غزل رو برای دخترم غزل گفتم و گرچه خصوصی است ولی در حال جنبه عام داره. اسم شعر هرچه شقایق است و گل. ای غزل و غزال من بی تو به سر نمیشود، میل تو دارد این دلم جای دگر نمیشود. گرچه خوش است این سفر مقصد ما صبح دم، بی تو چگونه بگذرم این که سفر نمی شود. خاک قرق تر از قرق سیترگاه غرقیان، از کم و کیف مرگشان از چه خبر نمی شود. هرچه شقایق است و گل خون چکاوکان صبح، آه که خطه قرق زیر و زبر نمی شود. چیست در این شبان ما سایه چیست بر زمین که از دهنی ز وحشتش آه به در نمی شود. بیهوده است و بیهوشی قصه مکن ز سرخوشی، گریه خشک چشم من خنده تر نمی شود. در دل شب نشستم در دل خود شکست، در دل شب نشستم در غم خود شکستم، در ته چاه بی جنم وای سحر نمی شود. با یک شعر 500 کوتاه تمام میکنم. هوای باغ نکردیم، کجاست بام بلندی و نردبان بلندی که بر شود و بماند بلند بر سر دنیا و بر شوی و بمانی بران و نعره براری. هوای باغ نکردیم و دور باغ گذاشت. باران میاد برای اینکه آقای اوجی زودتر شعرشون تموم کردن، چون بارون میاد و تا آقای اخوان آماده بشن برای شعر خوندن از آقای تقی هنرور شجاعی خواهش میکنه بیان شعر بخونه.
هاشون. آنچه دوست عزیزمون اسلام کاظمی گفت در مورد بزرگواری امید و اینکه اجازه دادن که ما نوچگان و نوبابگان در نخست شعر بخوانیم از جهت دیگر هم حکمت داره و اینکه ما همیشه در مکتب‌ها و مدرسه‌ها دیدیم که نخست استاد مشق‌ها رو تصحیح می‌کنه و بعد درس میده و ما هم به همین ترتیب در حقیقت مشق‌هامون رو در محضر استاد می‌گذاریم و بعد با گوش و هوش به درسش گوش می‌دیم. من یکی دو غزل می‌خونم و اگر وقت باشه یک دو تا کار دیگه. آهی عفاف اوریان، آهی عفاف اوریان، خون به تن کردی از پار پار زخمان پیرهن کردی، تا روح را ز پیکر دخمگی کردم گلگون جامعی بر آن کفن کردی. ای مرغ خون دوباره آمدی بر بام، به درود سفره سبز چمن کردی. بیگانه بود شادی با نگاه تو، زانت فشرد دل یاد وطن کردی. ای شب که از سیاهی لرزت افتاده، ای شب که از سیاهی لرزت افتاده، خورشیدها گریبان در کفن کردی. بر من مپو که دیگر چارگی وهم است، آن دشنه ها که در چشمان من کردی. بگذار گریه بر این چشم بی مردم، بی مردمم تو در این ناوطن کردی. نگر چون در رهت افتاد ما را، نگر چون در رهت افتاد ما را، که خاری می‌دهد بر باد ما را. نکستر از خسی کهتر زکاهی، فروشت فخر صد شمشاد ما را. چو جام لاله در خون عزیزان، به قلقل دارد این بیداد ما را. چون نی از دل تهی مان کرد و هر دم، به نایندر کشت فریاد ما را. خدا را ای که چون گل رست خواهی، بدین خاری میاری یاد ما را. هزاران پلک باران بر زمین مرد، که تا چشمی به دل بکشاد ما را. کنون من کور خواهد از رخ دوست، زهی حسرت برا زه شاد ما را. بر سفره پگاهی کوهستان، با من بمان، بمان با من، ای همچو روزگارم بر جای و بیقرار، معصوم و شرمسار، با من بمان تو دیگری از روز و روزگار.
بر تپه کودکان نسیم مانند کاکلی ها قایم باشک بازی میکنند، بر دشت گرد بادی آرام چتر فرود خود را میبندد، صخره هزار گلدان سنگی آلاله را در آفتاب چیده، باغ آبشار سایه. این زندگی دل بندم، زندگی که به صدمت آهی زرد می شود و از اندوه نگاهی سرد. خورشید غمگنان ترین جامش را بر دریا نوشید، خورشید مست و بیخیش بر موجهای دریا تا دیر خفت و رفت. ذهنش پر از علاله و پروانه بود خورشید، ویرانه بود خورشید. انبوه سایه ها چون مردگان بیگاه از گورها برخواستند، بر راه‌های تیر کج و مژ خمیدند تا دست‌های هرچه فروتر قامت خود را کشیدند. این زندگی است که در تاریکی کور می‌شود، این آرزو است که با پاهای زخمی در دور می‌شود. صخره سرخای خون خود را پنهان کرد تا انزوای تیره خود را چراغان کند. باید بر آسمان ماهی کشید، رنگ از کجا بیاری؟ رودی تمام پیکر ما را شسته، رودی تمام ما را برده. با من بخوان، بخوان با من، خاموش و تیره چون دل این رود که با چشمهای سنگی خود میشارد و بر گدار پیچان چون ماری صد زخم میبارد. آن دورها کفنهایی، آن دورها کفنهایی و گاه ماه که کافور می ساید. با من بیا، دلم دیگر آنجا نمی آید. در قلب سنگ خواهیم مان، در جمجمه خورشید و چون سبوی از خون در ذهن آبی باد قلقل خواهیم کرد. بر سفره پگاهی کوهستان چای اشک من را خواهیم نوشید، سیگار آه من را دود خواهیم کرد. چون خون که هرچه می بریش با هم می آید، پاره ها یک هستی خواهیم شد و سرخ سرخ چون خزه بر سنگ ها دلمه خواهیم برد. با من بیا، بیا با من، با من به آغل دره مدفونم، انتهای خسته خونم بیا، تا قوقوی کبوتر بیاور، تا نطع ذبح، تا پرپر، تا حال بستن خون گرد سر، تا انزوای سرمه، تا خاکستر. با من بیا، بیا. خونیای آن که جوی به دل دارد، نه مرا هاشانیست گر نپیوستم یا که شکستم. زندگی دریا را باد، جوی من
دریانی نیست دریا و چو باران اما به تبارش نابینانی دم که بر می گردد سوی پدر با هزاران لعبتکانش شرز سپاهی زهباب قبضه های بی خنجر رزم کودکوارش را هیچ آوردی همتانی درد گو باش و ستم زشتی و غم و هزاران نسزا و نروا همه را خواهم بل ایدین نهند گرچه جز ماهی یکی شیدا نیست من تو را آری گفتم مهلت من همه این یک نفس است و همه این یک نفس است که تو را و همه دنیاهای تو را عهده خواهم شد من را به زمانهای ویرانی من مگذار و خدا دیری در انگشتانم خاموش ما آنچنان دیر که دستانم خسته به درد آمد و بکشاد و خدا پرواز نکرد و دو دست من چون دو دعای ابدی بر زانو افتاد خوابی آمد در من رویایی بالهایش را با من داد و من از خیش پریدم و همه جا در خاک و خاش و گیا و گل خود را دیدم و خدا را دیدم بی زمان است از ایرا که زمان پرهای من است ابدیت را دیدم جز من نیست سفرهای من است گره اندر گرهش چون خون جاری خورشید در آغوش گیج غبار ذرهای نوبت کهکشانهای مهلت ساختن و غبارین سرا تا بام خورشید افراختن خواب از من بیرون شد پنجه هایم را دیدم مشت و مشتاله مانند دو قلب همه پر نبض و شعف گوی آواز خدا را میخواهند بدارند بکر من همه چیزم و هیچ همه چیز ار همه خود را با همه بگذارم هیچ اگر هیچ میگارم معذرت میخوام از تذکر کوتاهی که تکرار میکنم چه کنیم به ما فرصت ندادن کار جمعی رو تمرین کنیم بعد از تمام شدن برنامه توجه خواهیم کرد که به دیگران فرصت بدیم زودتر از ما از در خارج بشن حتما آرام خواهیم رفت و آرام خواهیم بود و این رنج راه رو که دوره و وسیله کمه تحمل خواهیم کرد خیلی متشکر خواهیم بود از اینکه این نکات رو رعایت کنید همچنان که باران رو تحمل کردید سایر چیزهای بدتر از باران رو تحمل میکنید حالا امید شعر امروز ما مهدی اخوان صالح Thank you.
تفسیر میکروفون هاست و بنده به تفسیر. اما من خوشحالم که در این جلسه شعر میخونم و خوشحالم که دوستان من که شاعران خوبی هستن واقعا خوب پیش از من شعر خوندن و تعارف هاشون که بگذاریم متشکرم از محبت هاشون. به هر حال چون دیر وقت هست اجازه بدین یکی دو تا شعر بخونم و مرخص بشم. این از کتاب تازه منه که زیر چاپ به اسم دوزخ اما سر. بله یادداشت رسید که همه دوستانی که شعر خوندن اعضای کانون نویسندگان هستن، خود بنده هم هستن. عرض شد که از اون دفتر تازه است که زیر چاپه، یعنی چاپش تموم شده دیگه، حالا در مراحل بعدی است. اسمش هست آنک ببین. نشیدم آنک ببین. اوصاف این همیشه همان تا که بودم از بیغمان رنگ نگر این شنودم، بر لوح دود کام سحر صبح آتشین شنگرف تا اقاصی زنگار گسترد. اما شنیده کی بردم دیده ها زیاد کین کهنه زخم زرد و هر روز بامداد سروا کند به مشرق و خوناب و زهر و درد تا مغرب قلم رو تکرار گسترد. صبح است باز میدمد از خاور آف صبح است باز میدمد از خاور آف تا گفتند هر کسی نگرد نقش خود در آب، زین رو چو من به صبح هزاران تفوف کن نفرت بر این سطور زرفتار گسترد. برخیز تا به خون جگر من وضو کنیم، برخیز تا به خون جگر من وضو کنیم، نفرین کنن به چهره زردش تفو کنیم، کن تیر کینه بهر کتابی کران کنین بیداد و بد مصیبت و آزار گسترد. آنک ببین مهیب ترین عنکبوت زرد برخاست از سیاه و به آبی نظاره کرد، تذکار رنگ های اسارت به روشنی اینک به روی ثابت و سیار گسترد.
متشکرم. در این دفتر تازه من وصف صبح بسیار هست، به دلیل اینکه سالهای سال چون من کار مرتب اداری نداشتم، یعنی اگر هم داشتم قطع می شده به دلائلی و نمیتونستم ادامه بدم و کارهای نوشتنی داشتم اینها، و از لحاظ زندگی هم محدودیتی بوده که نمیتوانستم مثلا بچه هام یا دیگرانی که هستن در اطرافم روزها به اصطلاح بهشون ازشون بخوام که ساکت باشن تا من به کارم برسم. از این جهت مدتی است عادت کردم که شبها رو بیدارم و روزها کمی میخوابم. اینه که وصف صبح در این کتاب من بیش از هر کتاب دیگری است از کتابای خودم. اینه که هم که میخوانم تقریبا یک همچنین حالتی داره. یک بار دیگر عبث در آینه، یک بار دیگر عبث در آینه، غمگین و خموش خنده بر من کرد. یک بار دیگر به خوشه سیگار در آینه آه و دود خرمن کرد. مشرق چفق طلایی خود را برداشت، به لب گذاشت، روشن کرد. زرین دودی گرفت عالم را، وفاق ردای روز برتن کرد. وان زلف گلابتون آبی پوش، باقی گل آتشی به دامن کرد. طاووس گشود چتر بوقلمون، خفاش به کنج غار مسکن کرد. هرچند که تازه می کنی در دم، ای سو سلام بر تو خوش بردم. از کارای به نسبت تازه تر یکی براتون دو بیتی در بالای شعر نقل کردم که متن شعر نیست. تا که پیاده بازی فرزین کنیم، برخی تا سمند سفر زین کنیم. پوید پیاده عبتب و فرزین شود، ما همت پیاده چو فرزین کنیم. اسم شعر سال دیگر ای دوست ای همسایه. سال دیگر دوست ای همسایه، در شهر پرت افتاده و باستانی من، صبحهای پاک و پارسا پوش برفی، من غمگین تر از آن خواهم بود که بتوانم گریست. آه میدانی ای دوست ای همسایه، سال دیگر ما با آن که داناترین مردم نیستیم، باز می توانیم از نزدیک هم کوتاه‌تر یقین داشته باشیم که اغلب نوبت‌ها و نیابت‌هامان را در مرداب‌های شک و آرزوهای ریش در لجن شناور بوده‌ایم، و با آن که می دیدیم به جای خورشید در افونت و دودهای خفقان و قلزت آتش فشان طلوع می کند، اما باز هم با انادی لجوش تر از قیر دریچه ها را مست
دستور کردیم و روزنه ها را کوف، تا به جای نشانه های درست تومار نام های دروغین را فهرست را شماره کنیم و به جای چند چون و چرا گفتن تنها همین نظاره کنیم. سال دیگر ای دوست، ای همسایه، در شهر پرتفتاده و شرقی ما روزهای بلندتر از داغ افسانه خواهد شد و شبهای شهر ما یلدای قطبی را کمتر از کوتاه خواهد دید. دیگر هیچ کس از خانه همسایه آتش نخواهد خواست و دودکش ها و اجاق ها خاکستر و سکوت خواهند گرید. وانگاه تو خواهی گفت آه، دیوها اگر آه نمی کشیدند بیگمان قاموس شهر نام دود را از یاد می برد. و آتش که حتی شبها نیز رنگ و آهنگ خود را پاس می دارد در فهرست کار و کشف باستان شناسان مانند پشم سوخته کز می کرد. سال دیگر ای دوست، ای همسایه، وقتی که چاره ها همه ناچارها شدند، فریاد هولناک فنا تا دیری آفاق هیچ پوچ تباهی را می لرزاند و ساعتهای بی تیک و تاک فنا تا دیری سمت و سکوت و دلهره نشخار می کند. ما نامهای خود را انگاه در گیردارهای مصائب آخر بگو چگونه بیاداری؟ وانگاه با کدام زبان در همه آشفته با ناشمار دفتر دستور و واژگان پارینه های منده در اعماق سینه ها را اندیشوار کور کبیر بیان کنیم، تا چون زبان بندریان جهان وطن در معبر هزار زبان از هزار شهر اندوهناک قصه خود را در دل فغان کنیم. سال دیگر ای دوست، ای همسایه، من گرچه نام خود را بیشک از یاد برده خواهم بود، ای کاش می شدم ما، ای کاش باری تو را به نام عزیزت صدا کنم. این آرزو محال بزرگی نیست، ای کاش می شد اما ای کاش. امروز گرچه هیچ امیدی نیست اما بیا بیا همه یک بار دیگر ای دوست، ای همسایه، با همتی غیورتر از خون سربداران تجدید عهد با شرف و شور زندگی تکرار و کار و کوشش دیگر کنی. یک بار دیگر ای دوست، ای همسایه، از لابلای شبی که اسم ندارد پاورچین گذر کنی. من هیچ نامی از تو نمی پرسم، من نام خود را نیز از یاد بردم، اما بیا تا باز هم بقایا من را مانند وارثان مصائب خبر کنیم. شاید برای نسلی دیگر این نادرست و زشت را بزداییم، راه درست و زیبا را هموارتر کنیم. یک بار دیگر ای دوست، ای همسایه. خب دیگه خسته شدیم و دیر وقت، اجازه بدیم. من خواهش میکنم آخر این مردم میخوان به خانه هاشون برسند و اینها دوستانی که آمدن، دوستانی که پس اجازه بدین یک غزل چند بیتی میخونم و بس بکنم. آتش پارینه من شعر خیلی خوندم،
خوش دارم، خوشتر داشتم که دوستان بخوانن و خوشبختان همینطور شد. من برای شما بسیار شعر خوندم، باید نوبت به جوانها داد. واقعا من خوشحالم که این کار شد، بنابراین متشکرم. بله، به هر حال باید که یه غزل کوتاه براتون شعر خونی امشب رو تموم میکنم. چون سبویی پر از خون دل بی کینه من، این که قندیل غم آویخته در سینه من، ندهد طفل مرا شادی و غم راحت و رنج، پر تفاوت نکند شنبه و آدینه من. زندگی نامدم این مغلطه مرگ و دم، آه آب از جوی سرابم دهد آینه من. کهکشانها همه از آتش و خون فرش شود، سرکشد یک دم اگر دود دل از سینه من. پر شد از قهقه دیوانگیش چاه شغاد، پر شد از قهقه دیوانگیش چاه شغاد، شکر کاووس شه این است تهمینه من. با می ناب مغان در خم خیام، امید خیز جمشید شود جام سفالینه من. شعر قرآن و اوستاست، شعر قرآن و اوستاست، که از اینسان دم نز خانه روشن کند از سوز من و سینه من. شعر قرآن و اوستاست، که از اینسان دم نز خانه روشن کند از سوز من و سینه من. سال دیگر که جهان تیره شد از مسخ فرنگ، یاد کن ذاتش روشنگر پارینه من. Thank you.